هاکل بریفین قسمت اول. رودخانه میسیسیپی یکی از طولانی ترین رودخانه هایی است که در دنیا وجود دارد. دقیقاً از میان ایالات متحده عبور کرده و به خلیج مکزیکو سرازیر می شود. بچه ها صبر کنین ببینم کجا میرین. گفتم کجا میرین ببینم بن باب جو کجا میرین. ما نمیخوایم جایی بریم خانم جونز. شاید بریم تو جنگل یه کمی بازی کنیم. بس دیگه، من میدونم میخواین کجا برین. شما دارین میرین سراغ اون هکل بریفین، درست میگم؟ چند دفعه بهتون گفتم دور و بر اون پسره ولگرد نگردین. ولی هایت پسر بدی نیست خانم. اون یه خونه داره که توش زندگی میکنه. تو به اون بشکه شکسته میگی خونه؟ میشنوی چی میگی تامی؟ تو به سراغ اون پسره بیکاره میری و با اون صحبت میکنی. آفرین مادر، چجوری بهتون بگم؟ من یعنی حالا بهتره همتون برین خونه و اون پسره رو فراموش کنین، وگرنه مجبور میشم با هاتون رفتار بدی داشته باشم. ولی ما هم قول دادیم خانم جونز. درست میگه خانم جونز، پدرم همیشه میگه ما نمیرسی یه قولمون بسنیم، متوجه هستی؟ بچه بهتره بریم. تامی مطمئن باش به خاطر این کارات تنبیه میشی. اشکال نداره تامی، از وقتی که با اون پسر دوست شده من نمیدونم با این بچه ها چی کار کنم. ما که بچه های کوچولو نیستیم. تامی تو هم اومدی؟ من هنوز کوچیکم ولی دلم میخواد با تو باشم. منم میخوام مثل بچه ها با تو دوست بشم، راست میگم. جدی میگم بابا. خیلی خوب، هست میتونی بگه امروز برنامه‌مون چیه؟ بذاریم فکر کنم. فهمیدم، میریم گنج پیدا کنیم. تو میدونی کجا دنبال گنج بگردیم های؟ البته اون غاری که ته جنگله. منظورت اینه که اونجا درسته؟ هیچ کس جرأت رفتن به اونجا رو نداره. باید بدونین که دزدای دریایی جنسایی که غارت میکنن میبرن اونجا قایم میکنن. حق با تو هاک، بیا بریم. صبر کنین من چته تامی؟ یه ده حرف مادر افتادم، میگفت من نباید هیچ وقت برم تو جنگل. باشه تامی تو برو خونه، ولی یادت باشه به کسی نگی ما کجا رفتیم. باشه؟ اگه کسی گفتی خودت میدونی ها، میدونی چه بلای سرت بیاره. سب کنی منم میخوام با هاتون بیام. ها
دارن دنبال ما میکردن. اونا نمیتونن منو گیر بیارن. بری نگاه کنی یه توی این آتیش گرفت. مزرعه پنبه آتیش گرفته. خاموشش کنین، آتشو خاموش کنین، به پرنجره اونا رو جمع آوری کنین، بلو آتشو بگیرین تا همه جا رو نگیره. زود باشین، عجله کنین، تکون بخورین، نکنه میخواین مزارع پنبه با خاک یکسان بشه. در ایالت جنوبی کشور ایالات متحده شغل بردهداری هنوز هم به طور چشمگیری رواج داشت. برای بردگانی که از مسافت دوری مانند قاره آفریقا آورده شده بودند زندگی بسیار دشوار بود. بیا آب آتش بده همینجا رو میگیرم. آب به ما دست برد زدن. دست برد زدن؟ وقتی که تو مزرعه بودی به همون دست برد زدن. به همون کرک زدن. اون آتش سوزی کرک بود تا حواسمون رو پارت کنن. تماشای آتیش سوزی دیگه برامون بسته. بهتره بریم گنج رو پیدا کنیم. درسته، بیان بریم. بریم. خودش رسیدیم. تو واقعا فکر میکنی اونجا یه گنجه؟ مطمئنم، ولی باید حواسمون جمع باشه. شاید یه نگهبان اونجا باشه. یه نگهبان؟ آره، فقط اسکلت یه دزد دریایی مراقبه اون گنج. اسکلت؟ من میخوام برم خونه. انقدر ترسو نباش تامی، بیا بریم. تو حالت خوبه هاک؟ البته، همه تون دنبالم بیاین. دردی مای بکن دلو داری اینجا. چه درست داگه آگ، من نمیخوام این کارو بکنم. ترسوها، شما همینجا بمونید. منو ناامید کردین. من میرم ببینم چه خبره اون تو. وای! همه فرار کنید. چه اتفاقی افتاد هاک؟ باشو چه اتفاق افتاد هاک؟ تو با کسی اونجا برخورد نکردی؟ اون یه اسکلت بود. همونطور که قبلا بهتون گفته بودم، من هم گنج رو پیدا کردم هم سارقین رو. اونا تای غار بودن، خودم دیدمشون. راست میگی؟ فردا موقعی که کسی اونجا نیست میریم یه سری دیگه به غار بزنیم. هورا.
اونا هیچ وقت اونو سالم به در نمیبرن. هی معلومه اینجا چه خبره؟ آقا اون اینجاست، بگیرینش. یا ببینم واسه چی یقه ها گرفتی؟ ولکوزه برم ولک کن. من میدونم تو مرتکب این عمل زشت شدی. تو مطرعه یه پنبه را آتیش زدی. وقتی که ما سرگرم خاموش کردن آتیش بودیم تو به اون دستبرد زدی. شما چی میگی؟ یعنی میخوای بگی تو نبودی؟ هان زود باش پسر، راستشو بگو. ما میدونیم کار تو بوده. خواهش بسر تاب کنی، من هاگو میشناسم، درست اون خونه نداره ولی دوزم نیست. اون دوزی نمیکنه؟ خب پس کی از تو آشپزخونه بدون اجازه غذا برداشت؟ درست اون بدون اجازه غذا برداشته ولی دلیل نداره آتش سوزی مزرعه کار هاگ باشه. اون نمیتونسته این کارو بکنه چون هاگ تمام بعد از ظهر با ما بود. بن کاملا درست میگه، ما هممون با هم تو جنگل بودیم. منم به اونا رفته بودم. راست میگه تامی، مگه من بهت نگفته بودم توی جنگل نرو؟ فهمیدین هاگ هیچ دخالتی در اون آتش سوزی و یا سرقت نداشته، اون با بچه ها بوده. اگه اون نبوده پس حتما کار اون پیرمرد است. اون حالا برگشته. ولی کلانتر اون یک سال پیش از این دهکده رفت و هیچ کس هم نمیدونه اون کجا رفته. اون حالا برگشته، من میدونستم اون آدم مزاحم دیر یا زود برمیگرده. اون همه چی درباره این دهکده میدونه، مگه اینطور نیست؟ من از کجا بدونم؟ من دیگه با اون هیچ کاری ندارم. ساکت شو، بی خود فضولی نکن. باشه دیگه، هاگ دوز نیست و شما اینو خوب میدونی. ما میذاریم تو بری هاگ، ولی این آخرین باریه که باهات کاری نداریم. ولی اگه کوچکترین خلافی ازت سر بزنه من میدونم. و تو بیا بریم پسرم، از اون پسرم باید دوری کنی. باب بیا، میخوایم بریم خونه. تامی تو هم بیا. هاگ هاگ من میدونم چه کسی این کارو کرده. اهالی این دهکده بیشتر از اونچه که فکر میکردیم پول دار هستن. قبل سرکتمون بازم میتونیم پول و جواهر بدزدیم. درسته، ما برای دزدی سراغ ثروتمندترینشون یعنی خانم داگلاس نرفتیم. خانم داگلاس با خانم واتسون تنها زندگی میکنه، اما مشکل ما اینه که اون به ندرت از خونه خارج میشه. ترتیب اون کارم میدیم. نه، من باید به خانم داگلاس خبر بدم. ساکت باشین، مراقب رفتارتون باشه وگرنه کیک به هیچ کدومتون نمیرسه. قبل از هر چیز بهتره به درگاه خداوند دعا کنیم. پروردگار بزرگ، به خاطر قضایی که به ما عطا فرمودی از تو متشکریم و ما را سلامت بدار. آمین. اول از بچه های کوچیکتر پذیرایی میکنی. من از همه کوچیکترم خانم داگلاس. فکر میکنم به همشون یه تیکه رسید. هنوز یه تیکه دیگه مونده خانم واتسون. من میخوام باهاشون صحبت کنم خانم داگلاس. هاکل بریفین، خیلی ضروریه، حتما باید باهاتون. وای تو اینجا چی کار میکنی؟ قرار نبود خودتو داخل بچه های مدرسه این دهکده کنی. با بچه اینجور برخورد نمیکنن، بهتر خودتونو کنترل کنی. بگیر هاک. متشکرم، اما خانم داگلاس من باید باهاتون حرف بزنم. بگو.
یه موضوع خیلی مهمه. امشب قراره که ساکت باش هاکل، برای تو هیچ کاری اینجا وجود نداره. فوراً از اینجا برو و وقت خانم داگلاس رو نگیر. بفرمایید خانم، بفرمایید. خواهش می‌کنم خانم داگلاس. متاسفم هاک. نمیدونم چی کار باید بکنم. درست وقتشه، اونا خوابیدن. آره بیا. بالاخره اومدن. بیا برو هی اسبابون. آهای دوست، دوست اومده. بودو کی اونجاست؟ دوسته. اونا رو بگیرشون، اونا همون کسانی هستن که دیروز خونه های دهکده رو سرقت کردن. زود باش، عجله کن. منظورت اینه که اونا بودن مزرعه پنبرم آتیش زدن؟ همینطوره. کمکم کن تا بگیرمشون. جیم، ما باید اونا رو دستگیر کنیم. صبر کن، اومدم. بذار اونا رو به طرف غار بکشونیم. من راه میون برو بلدم. باشه. همشو بردن، گنج ما. وای گنج ما رو کی دزدیده؟ اگه بگیرم میکشمش. دارین دنبال من میگردین؟ من اینجا. اون کی بود؟ بیا منو بگیر. دنبال چی میگردی؟ چیه؟ بیا جلوتر. بیا منو بگیر. لعنتی، تو کجایی؟ بیای بیرون. بیا بیرون. هاک پسر باهوشی، امیدوارم بلایی سرش نیاد، ولی مثل اینکه بی خودی نگرانه. ما موفق نشدیم، بیا از اینجا بریم بیرون. من مانع رفتنت نمیشم، به شرطی که همه گنج رو بذاری برای من. خیلی خوب، هر کاری که تو بگی میکنیم. اومدی هاک؟ آره. تو حاضری جیم؟ بله من حاضرم. ای لعنتی ها، برای ما حاضره کردن. ای حق بازا، خودتون رو تسلیم کنید. شما ها و حاضره شدید، دفتتون رو ببرید بالا و زانو بزنید. تیراندازی نکنید، تیراندازی نکنید، ما تسلیم میشیم. ما موفق شدیم. خب فکر میکنم به خاطر این کاری که کردی از تمام اشتباهات چشم‌پوشی کنم هکلبری. خیلی ازت متشکریم هکلبری. دست به اون نزنین خانم، کثیف میشین. این چه طرز حرف زدن؟ اون جون ما رو نجات داده. خانم ها و آقایون توجه کنید، اون سارقین محاکمه و زندانی میشن. شما ها میتونین باز هم با خیال راحت زندگی کنین. البته باید از هاک تشکر کرد. خانم ها و آقایان، با کمال میل اعلام میکنم که با کمک خداوند من سرپرستی این پسر یعنی هاکلبری رو قبول میکنم.
هیچ معلوم هست چی داری میگی؟ اونو خوب تربیت میکنم و به مدرسه میفرستم، بنابراین اون از لطف خدا و بخشایش اون برخوردار میشه. من باورم نمیشه هاک میخواد بره مدرسه. عقیدتون در این باره چی آقای تاچر؟ نظر بسیار خوبی خانم داگلاس. خانم ها و آقایون نظر شما چیه؟ باید اقرار کنم که تا به حال در برابر هیچ پیشنهادی تا این حد تحت تاثیر قرار نگرفته بودم. شما؟ آخ من گیج شدم. بیچاره هاک از این به بعد دیگه اون آرامش قبلی رو نداره. من از همینی که هستم راضیم. من به داشتن همسایه مهربانی مثل خانم داگلاس افتخار میکنم و امیدوارم تمام اهالی اینجا رفتار خوب خانم داگلاس روشون اثر گذاشته باشه. ولی این مسئله رو نباید فراموش کرد که هکلبری به این جور زندگی کردن عادت داره و از این نوع زندگی کردن کاملا راضیه.